بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان گرامی، به ادامه درس های مضمون پلسکل خوش آمدید. قسمی که در بخش قبلی شما مشاهده کردین در رابطه به حلقه ها صحبت شد و ای که چطور میتونیم ما از حلقه ها در یک برنامه در زبان پلسکل استفاده کنیم و در ضمن حلقه فورا با هم مرور کردیم و دیدیم که چطور میتونیم ما یک حلقه فورا در یک پروگرام بنویسیم، سینتکس را فهمیدیم و همچنان ای که چطور میتونین از یک حلقه فور شما اگزیت کنین اجرای برنامه را و یا هم اجرای برنامه را از داخل حلقه فور ادامه بتین که در صورت اگزیت و کانتینیو است. و همچنان یک مثال کار کردیم، دیدیم یک مثال به شکل عملی دیدیم که چطور میتونستین شما حلقه فور استفاده کنین. به خاطر وضعیت بیشتر حالا یک مثال دیگر هم می‌بینیم و بعد به ادامه میریم همین مثالایی که در سلاید گفته شده بر شما به شکل عملی کار میکنیم که چطور میتونین شما از حلقه فور در یک پروگرام استفاده کنین. در این مثال شما در سلاید می‌بینین در قسمت ابتدا دکلیر هست و بعد یک وریبل تعریف شده به نام استپ که قیمت اولی زی 5 است و به ادامه حلقه فور استفاده شده. چیزی که مهم است برای ما در این بخش ای است که بفهمیم چطور میتونین از حلقه فور شما در یک پروگرام استفاده کنین. حلقه فور هست و به ادامهش اندکس تعریف شده، اندکسش میتونه یک وریبل باشه، آهی میگذاریم، هر چیز دیگه میتونین شما بگذارین. این و لور باوند و اپر باوند مشخص شده، از یک شروع شده الا سه و لوب کنه و در داخل این حلقه یک مسیج بر ما شما نشان داده شده، DBMS output put line result مساوی میشه به i ضرب step. i همو قیمت یک الی سه است، یک دو سه میشه، ضرب step میشه. step قیمتی است که داخل وریبل قبلا 5 ذخیره شده، پس قیمت step 5 است. 5 ضرب یک، 5 ضرب دو، 5 ضرب سه میشه و داخل حلقه ختم میشه، پروگرام چیمش اند میشه. وقتی ما این پروگرام اجرا کنیم نتیجه ای که ما شما مشاهده میکنیم به این شکل است: results مساوی میشه به 5، results مساوی میشه به 10 و results مساوی میشه به 15. در اینجا در حقیقت از حلقه فور استفاده شده که انمی استیتمنت که در لاین شماره 5 نوشته شده این سه بار اجرا میشه، یعنی هر بار که اجرا میشه هم بر ما مسیج نشان میده یا پرینت میشه و همچنان در داخل مسیجی که نشان داده میشه چی است؟ تکست ریزالتس است و مساوی میشه به اندکس آی ضرب استپ میشه که هر بار بر شما رو نمایش میده. پس این چی است؟ استفاده حلقه فور به شکل است. حالا میریم به شکل عملی یک مثال کار میکنیم که چطور میتونین شما این حلقه ها را مورد استفاده قرار بدین. خب در محیط اسکل دیولوپر هستیم، در قسمت به شکل معمول set server output on ایره نوشته میکنیم تا بتونیم خروجی رو ببینیم. declare داریم، begin و end داریم. خب هدف از این مثالی که ما شما نوشته میکنیم این است که میخوایم اعداد از یک الی ده برای ما چاپ کنه. خب به صورت ساده میتونیم ما این کار نوشته کنیم یا این کار انجام بدیم که ده بار DBMS output نشته کنیم و هر بار یک عدد در قسمت پرینت کنیم یا چاپ کنیم. اما رای ساده‌تر و آسان‌تر استفاده از همین حلقه هاست که ما میتونیم با استفاده از یک دو سه لاین مشخص چندین دستور به شکل مکرر یا تکرار اجرا کنیم. پس در این قسمت ما میم در داخل دکلیر کدام وریبل خاص رو دکلیر نمی کنیم چون نیاز نداریم. میریم در داخل executable statement block، در اینجا حلقه فور استفاده میکنیم. خب حلقه فور تعریف میکنیم، میگیم فور اندکس ما n مشخص شو از یک شروع شو الا ده و چی شو لوب شو. اینا چی است؟ سینتکسش است. پس اینی قسمت آیا خود ما تعریف میکنیم، ای lower bound و upper bound در اندکس خود ما مشخص میکنیم و در قسمت end لوب داریم، حلقه ما چی میشه؟ ختم میشه. چیزی که داخل حلقه نوشته میشه اما این سگمنت هایی است که ما ضرورت داریم اجرا شود. خب اینجا چی نوشته کنیم؟ میگیم DBMS
output dot put line. نوشته میکنیم نمبر را برای ما چاپ کنه. کدام نمبر را؟ خب اگر لازم داریم تکست نمبر هم نوشته شد، اگر نداریم هیچی. خب آلی را نوشته کردیم و در اینجا چی را چاپ کن؟ آی برای ما چاپ کنه. خب ما میخواستیم که از یک الاده چاپ کنیم، پرام به شکل نوشته کردیم for i in یک الاده لوب کنه و dbms output آی برای ما نشان بده end loop. قسمت کلیر میکنیم، پروگرام ما همه قدر هست کدش، ایره انتخاب میکنیم و ایره اکزیکیوت میکنیم. ببینین وقتی که پروگرام اکزیکیوت میشه، اجرا میشه، چیز را که ما شما در آوتپوت یا در خروجی پروگرام میبینین همو مطلوبی است که ما شما از این پروگرام توقع داشتیم. نمبر یک الا نمبر در برای ما شما چاپ میکنه. هدف پروگرام مایی بود که اعداد از یک الا در برای ما چاپ کنه. میتونستیم این نمبر در قسمت نگذاریم، مستقیم آیا چاپ میکردیم. پس ما آیا انتخاب نوشته میکنیم، ایر انتخاب میکنیم و اکزیکیوت میکنیم، از یک الی ده بار ما چاپ میکنیم. ببین چقدر ساده است. نظر به اینکه ما بریم ده بار دی بی ام اس آوتپوت پوت لاین نوشته کنیم، اعداد داخلش استاتیک بگذاریم، یک دو سه چهار پنج الی ده، با استفاده از این حلقه براحتی میتونیم به شکل ما دستورات اجرا کنیم. خب پس دستور فور به می سادگی قابل استفاده است و قابل اجراست. خب اگر ما بیایم اینجا از ریورس استفاده کنیم چطور میشه؟ مثل که ما شما قبلا در سلاید دیدیم، ما میتونستیم ریورس هم در داخل حلقه فور استفاده کنیم. دیگه داشتیم بعد از اینکه اندکسش مشخص میشه، بعد از این ما میتونیم ریورس استفاده کنیم. بعد از این نشته میکنیم ریورس. خب اسکریپت آوتپوت کلیر میکنیم، ایره انتخاب میکنیم و اجرا میکنیم. ریورس چیکار میکنه؟ ایره برعکس میکنه، از اپر باوند شروع میشه، به طرف لور باوند میره، یکی تا کم میسازم. اپر باوند ما چند است؟ ده است. پس اگر ما ضرورت داشته باشیم که اعداد برعکس چاپ کنیم، از ده الی یک مثلا، باز در صورت ما از چی استفاده میکنیم؟ از ریورس استفاده میکنیم. در اینجا ده، نو، هشت، هفت، الی یک. پس در صورتی که اپر باوند ما هنوز ده است و لور باوند ما هنوز یک است، چون ما گفته بودیم معمولا لور باوند ما کوچکتر از اپر باوند باید در نظر بگیریم پروگرام خود. ولی اگر بخوایم برعکس بسازیم، باز ریورس استفاده میکنیم، اتومات چی میشه؟ حلقه ما برعکس میچرخه. حال در اینجا آی از چند شروع میشه؟ از ده شروع میشه، چون ما ریورس گرفتیم، در چاپ میکنه برای ما، باز میره دوباره آی چند میشه؟ یک کم میشه، نو میشه، چک میکنه که نو بین یک الا ده است، دوباره چاپ میشه، دوباره که کم میشه، به این شکل ادامه پیدا میکنه پروگرام. پس میتونید شما از ریورس به شکل استفاده کنید. خب در قسمت میخواییم پروگرام کمی تغییر بدیم و بیم از داخل از این پروگرام ضرب زبانی را کار بکنیم. مثلا ما میخواییم که ضرب زبانی پنج کار بکنیم که از یک الی پنج برای ما نشان، از یک الی در از ضرب زبانی پنج برای ما شما پرینت کنه، چاپ کنه. بنان به خاطر سادگی کار میتونیم در قسمت در بخش دکلیرشن ما بریم یک وریبل تعریف بکنیم. مثلا وریبل خود نامش نمبر میمانیم، نمبر چند میخواییم پیدا کنیم، یا نم میمانیم، NUM تایپ چی باشه؟ نمبر باشه و این عدد چی باشه؟ 5 باشه. پس ما میخواییم ضرب زبانی 5 پیدا کنیم، بنان در اینجا داخل یک وریبل رو تعریف میکنیم و آلمیم از یک الی ده رو میخواییم در قسمت اجرا کنیم و در قسمت دی بی میس آوتپوت میتونیم ما تغییرات بریم. دیگه حلقه ما درست است، از ده اجرا میشه الی یک، یا میتونیم ریورس پاک کنیم، از یک الی ده اجرا میشه حلقه ما و در کنار از اینکه یک الی در چاپ میکنه، ما میخواییم اعداد ضرب زبانی یک الی پنج هم برای ما شما نشان بده. اینو نوشته میکنیم نمبر. خب نمبر ما مشخص است همیشه، ضرب آی شو نمبر از ضرب آی بکنه و برای ما شما چاپ کنه. حالا ایره کلیر میکنیم آوتپوت، ایر انتخاب میکنیم کد و ایر اکزیکیوت میکنیم. ببینید معمولا 1 ضرب 5 ما چی میشه؟ 5. به میشه که 10 ضرب 5
50 میشه. پس ما میتونیم در قسمت یک تکست هم داشته باشیم یا اعداد به شکل تکست هم پرینت کنیم که بر ما واضح شوه. کانکاتنیت میکنیم میره با نمبر ضرب آی. اینجا میتونیم بگذاریم آی آی و در قسمت میتونیم از علامه ضرب استفاده کنیم. اینجا هم نمبر استفاده کنیم. دوباره کانکاتنیت بکنیم با علامه مساوی. خب اینجا ما کانکات نشانه باید بگذاریم. خب میگیم که 1, 2, 3, 4 تا 10 ضرب شد به نمبر که نمبر ما چند است؟ 5 است. این مساوی میشه به نمبر ضرب آی شد. اسکریپت آوتپوت کلیر میکنیم و دوباره کد خود اجرا میکنیم. ببینید حالا در قسمت وقتی ما کد اجرا میکنیم همو برنامه را که ما لازم داشتیم برای ما شما نتیجه نشان میده. 1.05 5 میشه و به شکل 10.05 50 میشه. پس در اینجا ما از حلقه فور استفاده کردیم که تا بتونیم اعداد از 1 الی 10 هم پرینت کنه برای ما شما و هم اعداد از 1 الی 10 را ضرب 5 کنه و نتیجه برای ما شما نشان بده. و اگر ما به میره ریورس بسازیم که برعکس شوه میتونیم دوباره ایر اجرا کنیم و ای چی کار میکنه؟ اعداد برعکس ضرب میکنه، یعنی از اپر باوند شروع میشه میه به طرف لور باوند و اعداد یک تا بر موش ما کم میکنه. 10.05, 50, 95 و میرسیم تا ای که 1.05 میکنه بر موش. پس این طریقه استفاده از حلقه فور بود که میتونستیم به شکل ما حلقه های فور را در داخل یک برنامه در زبان پیلوسکل بنویسیم. خب در این قسمت ما صرف یک مثال عملی از حلقه فور کار کردیم که شما متوجه شده باشین که چه قسم میتونین از حلقه فور در داخل یک برنامه استفاده کنن، چطور لور باوند تعریف میشه، چطور میتونین شما اپر باوند تعریف بکنن و همچون اگر لازم باشه از کلمه کلیدی ریورس در داخل حلقه فور چطور شما استفاده کنن. تشکر از توجهتون.